گرشاس گرز سریت جز معدود بازی های ایرانی است که تا وقتی نام آن به گوش میخورد بیشتر بازبازها حتی اگر آن را بازی نکرده باشند آن را میشناسند. میتوان گفت گرشاس گرز سریت اولین بازی کامل و تحسین آمیز ایرانی بود که توانست موج جدیدی در بازی سازی ایران به وجود آورد و آن را چندین گام به جلو هدایت کند. البته منظورمان این نیست که با یک بازی بی‌نقص طرف هستیم و گرشاس هم مشکلاتی دارد. توجه کنید که نقد و بررسی این بازی بر اساس معیارهای سال انتشار بازی است. داستان بازی گرشاس اقتباسی از اسطوره های کهن ایران است. داستان از جایی شروع می شود که هیتاس به زرینتاس که یک فرمان روای بیرحم و قدرتمند محسوب می شود به دهکده سیاوش کرد که محل فرمان روایی اوروخشیه برادر گرشاس بس هجوم می آورد و در نبردی او را به قتل می رسوند. همچنین گرز سریت که متعلق به خاندان گرشاس بس را از آن خود می کند. حال گرشاس برای انتقام خون برادر خود و باز پسگیری گرز سریت راهی جنگ با هیتاس می شود. اما قبل از آن باید از دست شیاطین و هیولاهای زیر دست او خلاص شود. شاید شما با انجام خود بازی به خوبی از این داستان مطلع نشوید و این روایت نسبتاً بد بازی را می‌رساند که کل روایت بر دوش راوی خوش صدای بازی یعنی محمد رضا علی مردانی است. البته میتوان گفت دوای حل این مشکل میان پرده ها هستند که یکی از نقاط قوت بازی است. اما با اینکه بسیار دلچسب و ماهرانه ساخته شدن ولی نمیتوانند بازی را به خوبی روایت کنند. یکی از نکات مثبت بازی گیم پلی آن است. گیم پلی که در حالت معمولی حدود 5 تا 6 ساعت میتواند شما را سرگرم کند. نباید از این نکته غافل شد که گرشاس بی‌شباهت با عناوین همسبک خود نیست و شباهت هایی در رابطه کاربری بازی و روند مراحل و همچنین سیستم آپگرید اسلحه با سایر همسبک های خود دارد. همانطور که گفتیم بازی گیم پلی خوبی دارد و مبارزات جذاب و رضایت بخش هستند و با چند موسیقی زیبا و حماسی که به خوبی به بازی نشسته است همراه است. ولی ممکن است موسیقی در روند بازی کمی برایتان تکراری شد. پلتفرمینگ بازی سایل طراحی شده است و میتوانست بهتر هم باشد. البته فن افزار یک خلاقیت در مراحل بازی انجام داده است. در مواقعی برای پایین آمدن از تنه درخت یا دیوارهای بلند باید از موانع مختلفی عبور کرد تا به انتهای آن رسید. همچنین در بازی اندک معماهایی نیز وجود دارد که جالب هستند اما نمیتوان گفت که چالش برانگیز هستند. کنترل بازی شامل ضربه سریع، ضربه سنگین، دفاع، پرش و غلتیدن به همراه کلید تعامل و تعویض اسلحه می باشد و سازندگان به خوبی توانستند آنها را کاربردی طراحی کنند. به طوری که برای دشمنان سرسخت و همچنین باس فایت ها برای شکست دادن آنها از همه کلیدها باید استفاده کنند. حال که نام باس فایت آمد خوب است که بگوییم باس فایت های بازی از چیزی که هستند می توانستند خیلی بهتر باشند. این حرف را به این دلیل می زنیم که به جز غول مرحله آخر بازی یعنی هیتاس که از همه نظر از جمله روند مبارزه خوب طراحی شده است بقیه خیلی چالش برانگیز نیستند و حتی فن‌افزار می تواند شخصیت پردازی بیشتری بین آنها انجام دهد، چیزی که فقط در مبارزات گرشاس با هیتاس بود. دوربین این بازی همانند اغلب عناوین این سبک به صورت دستی نیست و توسط خود بازی انجام می شود که در بعضی مواقع دچار اختلال می شود، اما اکثرا در جای مطلوبی قرار دارد. شما علاوه بر نوار سلامتی دارای یک نوار خشم هم هستید که با ضربه زدن به دشمنان پر می شود و با استفاده از آن می توان ضربات ترکیبی که قدرت بالایی دارند و همچنین هیجان انگیز هم هستند را بر سر دشمنان خود فرود آورید. لازم به ذکر است که انیمیشن های QTE به صورت دستی ساخته شدند و این کار سازندگان را برای ساخت حرکات طبیعی سخت می کند. اما فن افزار از این مقوله موفق بیرون آمده است. گرافیک بازی گرشاس جای پیشرفت دارد. وقتی که این حرف را می زنیم منظور این نیست که گرافیک بازی بدکار شده است، بلکه جلوه های بصری بازی و دورنماهای محیط به ویژه مجسمه ها چشم‌نواز هستند. اما طراحی شخصیت ها و محیط می توانست بهتر هم باشد. ولی نباید از این نکته غافل شد که بازی برای سال 89 است.
نکته قابل توجه دیگر دشمنان شما هستند که انواع گوناگونی دارند و همین سبب شده است که بازی برایتان تکراری نشود. مشکل اصلی بازی این است که سعی کرده است همانند همسبک‌های خود باشد و این موضوع باعث شده است که مخاطب نوآوری بسیار کمی را در بازی تجربه کند. بیشک میتوان گفت بازی گرشاس گرز سریت اولین بازی موفق ایرانی و با اینکه چند سال از انتشار این بازی میگذرد اما همچنان میتواند شما را سرگرم کنند و برایتان خوشایند باشد. اگر هنوز این بازی را انجام ندادید پیشنهاد میکنیم حتما آن را تجربه کنید. در نهایت برای نمره دادن به این بازی ما نکات مثبت و منفی اونو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم. نکات مثبت بازی عبارتند از داستان اساطیری و حماسی از حکایت‌های کهن ایرانی، میان پرده‌های حرفه‌ای و بسیار زیبا که روح تازه‌ای به بازی اضافه کردن، گیم پلی روان و رضایت بخش، انیمیشن‌های دستی کیوتی که قابل تحسین هستند، گرافیک قابل قبول با جلوه‌های بصری چشم‌نواز. و اما نکات منفی بازی، نهایت نه چندان جالب و نسبتاً بد، به طوری که ممکن است متوجه داستان بسیار زیبای بازی نشوید. شباهت‌های متعدد در گیم پلی بازی با عناوین خارجی، شخصیت پردازی که در بازی بسیار کم دیده میشه. در نهایت بازی گرشاس گرز سریت میتواند از گیمیان نمره 6.5 از 10 را دریافت.